خیلی زود تون سری میریم سراغ اصل مطلب. اومدیم چند تا ویدیو جنجالی با هم نیا کنیم. اول از همه نظر جنجالی کوروش وانتوز رو داریم در مورد فرق بین حسین و هیچکی است. خب خیلی باید جالب باشه واسه من. بعد میریم سراغ خاطره خسته در مورد آشنایی با هیچکی است. بعد از اون یه سری نظرات جنجالی و جالب رپرهای دیگر رو که شامل میشه از خلسه ایمانمون، حسین، سوگن، امیر خلوت، جی جی، ام جی، کوتک و حتی پیشو رو با هم دیگه میشنبه. حالا کار شما اینه که اگر جدید هستین دکمه سابسکرایب بزن داره فشاری کنین، اگر قدیمی هستین لایک بزنید و کامنت ها رو بذارین با یاد و نام ذکر گلکینا. بریم که ویدیو رو با هم داشته باشیم. کاملا یه کاراکتر جا افتاده است تو رپ فارسی. جا حسین داره میگه. صداش خیلی به درد رپ میخوره، کنترلی که داره رو صداش خیلی باحاله به نظرم، صدا خیلی جذابی داره، استایل خیلی جذابی داره اون رپ کن. ولی محتوا صفره. ادبیات این آدم یعنی اون نوع حرف زدنش اصلا نمیفهمی چی میگه. یعنی 15 بیت میخونه 20 بیت میخونه تو نمیفهمی مثلا بیشتر از سه چابه داره چی میگه. خیلی نوبوزه، خیلی عجیب غریب کلماتو میذاره بغل هم. فقط میاد یه فلو بعد میخواد حرف سنگین بزنه. میخواد حاجی من لاغازه مخالفم. یه سری جاهاش مثلا من نمیفهمیدم، اون مثلا یه سری آهنگی بود مثل لذ جا و جویا، اونا رو واقعا نمیفهمیدم. بعد وقتی که از بچه‌هایی که حالا بلدتر بودم پرسیدم، خب فهمیدم حاجی یه سری لفظای خیلی خیابونی بودش. میدونی چی میگم، حالا من نمیفهمیدم اون صحبت‌ها. حالا نمیدونم دقیقاً اینجا کوروش به چی اشاره میکنه. داشته میگفت نمیدونم واقعا. آره واقعیتش حالا اس آهنگای قدیمی مثلا مثل لذ جا و جوبیا، خب خیلی آهنگ مثلا حاجی ریتم قدری داره، ولی خب واقعا میکس مسترش ضعیف بوده واسه اون. نه اون زمان چه جوری بوده، منظورم که الان گوش میکنی میکس مستر ضعیف داره و سخت فهمش. من کامپر میکنم با آهنگای الان، اصلا این چیز سخت قد نمیکنه. من همون بعد این نظرش در مورد کی داده این نظراتو. فقط میاد یه فلو بعد میخواد حرف سنگین بزنه، میخواد خیلی مثلا دو طرف قلم بسلم مثلا میخواد خیلی تاثیرگذار باشه، یا میخواد مثلا سیاستو نقد کنه، یا میخواد اجتماع رو خیلی نقد کنه و ایرانو. ولی خب مثلا داره مثلا شروور میگه کلا، هیچ ساختار و چارچوبی نداره. بعد این آدم نمیتونه بیاد بگه با سروشیچی از خودش مقایسه کنه، بعد به سروشیچی کسی که پیر اکسپلان بابا ترکی خازی منو دوست داشته، سروشیچ کسی که کل داره از طرف زن حرف میزنه، اون قشنگی میاد راجع برابری زن و مرد حرف میزنه، یعنی نابرابری زن و مرد، میاد جای زن حرف میزنه، اون آخرش پی قاضی میگه قاضی منو دوست، قاضی منو دوست داشت، میاد به تو سیک بودن قاضی نشون میده، قاضی بهش میگه درو ببند، وسط ترک به تو یه نشونه هایی میده، هی میره جلوتر میگه حالا حرف خصوصی تو بزن، میگه شوهرم بهم تجاوز کرده فلان اینا و اینا، بعد میگه قاضی هم گفت شلوار تو بده پایین، از اول قاضی هم به اون نظر داشته، و یعنی کلا داستان چی بوده رو به تو میگه. خب تو نمیتونی، خب 50 سال دیگه همچین ترک نمیتونی بدی که انقدر تمیز. یا مثلا همون آهنگ جدول و رویا. حاجی نظرت اول چیه؟ میخوام بگم که آره این حرفی در مورد هیچ کس خود درسته، اون فضا سازی و اون چیزایی ترکای میده لیریکال بودن هیچ کس حاجی، اینا همه مثلا قبول دارن، خود حسین بگی اصلا کلا تو آره. ولی فرقش اینه که خب نه خب بحثش فرق میکنه، بحثش اینه که اصلا حسین کلا رپ گنگستر رو آورده تو ایران. خب اصلا مدل استایلش اون اصلا میچل میگم، حالا وسط اون رپ گنگستر خب میاد مثلا بعضی وقتا آهنگای اجتماعی هم میخونه، مثلا چوش مثلا پیامای اجتماعی هم میده و میره اون صحبت ها. ولی کلا از اول ذهنیت مثلا حسین یه جور دیگه بوده که مثلا میدونی یه چیز دیگه تو توی فازای دیگه بوده، با هیچ کس فرق میکنه. ولی خب هیچ کس دیگه اون یه حرفی که همه قبول داریم مثلا. ولی میخواستم اینکه از رو حرفاش مشخص شد که مال این مصاحبه آره مال بعد مجازه، یک یا حالا دو سال پیشه. نظرتون تحصیل باشه سوشه؟ اصلا تحصیل ندارم که سوشی کس یکی از بنیانگذارهای رپ فارسیه. به نظر من کسی که کارشو برای رپ فارسی کرده، یه نکته که خیلی توش تحصیل برنگیزه اینه که رپ فارسی واقعا تولید میکنه. یعنی حالا ما خیلی به نسخای اینترنشنال و نسخای که ترند میشه سعی میکنیم نزدیک باشیم، ولی سروش خیلی تاکیدش رو رپ فارسی بوده، حتی ساز خیلی یا حتی کلمات آجی خلصه میگفتش که مثلا هیچ کس مثلا اگه گفت مثلا این قافیه ها یا مثلا کلمات خارجی رو که واسه استفاده میکنه واسه هیچ کس گناه کبیره است. مثلا تو فکر کن بیاد هیچ کس دیریل بخونه، دیریل حالت استایل این نه اونجا هیچی بابا میگه تو کلمه انگلیسی استفاده میکنی تو چیزت گناه کبیره است، میشه دیگه گناه کبیره رپ فارسیه یا همچین استایلی. موضوع ها و از دل خیابون بوده، ولی به نظر من که دورشون تموم شد، یعنی مثلا 5 سال دیگه دیگه خبری از سوشی چست نیست. به نظر من واقعا دمش گرم، همیشه ریسپکت قائلم برای سوش به عنوان یکی از بنیانگذارهای رپ فارسی، و به نظر من سوش دیگه کارش برای رپ فارسی کرده. خیلی خوب بود، درست هم اینجوری گفتش، منطقی حرف زد، منطقی حرف زد. ولی یه چی من میگم مثلا
دلیل اینکه مثلا تموم شده باشه اینه که خودش بی خیاله. مثلا احساس میکنم که آجی اگه مثلا بخواد میتونه، مگه میشه نتونه؟ میدونی آخه الان سبک چیزی که مردم گوش میکنن یه سبک متفاوتی از اون. آره راست میگی، راست میگی. حتی سبک گنگ هیچی هستم به درد جوانای الان نمیخوره، مثلا به درد ما میخوره. جوانای قدیم میخوره. خب مثلا میدونم دیگه الان 15 ساله عشق اینه که مثلا چه میدونم همون کوروش وانتون رو گوش بکنه، میگن تا بیاد هیچی از گوش بکنه فلان این حرفا. منطقی گفتش، راست میگه. خب بچا تا اینجا داستان شما هم نظراتتون رو واسه تو کامنت ها بنویسید، خیلی مهمه چی فکر میکنید در مورد حرف کوروش وانتون. به نظر من یه مقدارش منطقی بود، یه مقدارش حالا احساس کنم کمتر فالو کرد بود این حرفا، ولی خب خیلی هاشو دوست داشتم، این حرفای درستی زد. بعد جدا از اون الان میریم سراغ خاطره آشنایی خسته با هیچ کس. آفرین. خیلی دوست داشتم همیشه این سوال ازت بپرسم. میتونی توضیح بدی اولین بار چجوری شد سروش رو دیدی؟ ببین خیلی داستان جالبیه. خیلی خوشحالم که خدایی اینجا دارم به تو میگم. آخه خیلی داستان عجیبیه. من اولین بار میگم به مسیج زدم. کارت اوکی بیا مثلا حرف بزنیم. میدونی؟ آره دی ام داد. خب جواب دادم که مثلا امکان نره. برو بابا. باور نمیشه. آره ببخشید میونه کلامت. بعد آهنگ فکر و خیالت بود؟ نه بابا خیلی قدیم. اصلا زمانی بود که اصلا نه هیچ آهنگی نداده بودم. یا آهنگ ضعیف داده بودم روی یوتیوب آجی، اسمش بود پاپ. اوه حتما میرم گوش میدم. What the fuck، این همون موزیکه نیستش که گرفته بودن توی کلاب اجراش کرده بودن تو رستوران بود؟ چی بود؟ یه خاطره شده جاهای مختلف بود، حتی یه قسمتش تو های اسکول بود، بعد خیلی طنز بود و این حرفا. من فکر کنم اون آجی جد افراد بسیار کمی رو کره زمین به این ویدیو دسترسی دارن. چی میگم؟ اگه دارین آقا بیاین تو تلگرام که لینکش تو دیسکریپشن حتما بفرستین. چی میگم؟ اوه حتما میرم گوش میدم. گوشم آجی اشتباه محض، اصلا گوش ندادم، لو بازی کرده بودم و یه ذره جدید بود کارم. من نمیدونستم که مثلا هیچ کس خفن استعدادیابه اون موقع. مثلا چند تا سوال کرد و اینا. خب من خودم خیلی ذوق داشتم که مثلا ببینمش دیگه. رفتم این آجی ریدم، آجی ریدم. فکر کن هیچی هست مثلا اون تمام به زنگ بدم یکی آقا مثلا تو هم واسه خود داری رپ میکنی دیگه، چه میدونی مثلا، میدونی چه دیگم داستان چه خبره. اصلا خیلی باز من عجیب غریبه. پلیس حاجی به خاطر سروش رفتی؟ نه رفتم حاجی عمومو ببینم. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. عمومو رفتم ببینم انگلیس. سروش هم اونجا بود دیگه. یعنی تمام پولم حاجی دادم یه تاکسی که برم دم خونه اونجا. ولی همه پولم بود. یعنی خودم نمیدیدم که بتونم با اتوبوس و اینا برسم. اول ریویل از پنجره گفت یو، بعد نگاه کردم بعد رفتم تو، بعد سروش رو دیدم. حاجی خیلی ذوق کردم. آره داشتم که مثلا رپ بهش بخونم و مثلا کارم بشه. ولی اشتباه می‌کردم چون بیشتر با چیز یاد می‌گرفتم و مثلا شخصیتشو می‌دیدم. چند سالت بود؟ 23-24 بودم فکر کنم. من می‌خواستم حاجی میفهمش میخوام مثلا نشون بدی آقا من بلدم کارو، ولی اون طرف الان که نگاه میگه جی اون موقع فرصت داشتم میتونم ازش چیز می زیاد بگیرم فلان این حرفا. جالب بود ول کنم رپو، ولی این که مثلا دیدم مثلا هیچ کس کارمو گوش داده برام خیلی جالب، یه انگیزه بزرگ شد. خیلی میخواستم ول کنم حاجی به خاطر اینکه حاجی بازدهی نداشت. یه قسمت قشنگ حرف بدیم بود که میگفتی کل پولتو دادی رفتی با تاکسی، مثلا الان بهتر شده. اوایل خیلی بد قضاوت، همه فکر میکنن مثلا ما یامو شدم تریلیونریم اوایل. اینم مثلا خیلی قشنگ بود، تقصیر خودمونه. ولی حاجی دیگه به خاطر اینکه تو آهنگ، نه تو اینستاگرام بدش که آهنگا همه جش دو خیار بریم بکو حرام فلان این حرفا، این باتل اون باتل باشه. البته اینجا و اونجا، البته اون موقع دیگه فکر کنم وضع سپی خوب شده باشه اون موقع که به تکون و اینا رو خوندش فکر می‌کنم. آره احتمالاً. آره این مال این زمان قبل این که مثلا حاجی بره تو اصلا هیچی نبودن. آره اون موقع دارم میگم من فاک پاپ تو چیزو گذاشته بودم، فیسبوک گذاشته. حالا بریم سراغ نظراتمون رپرایی که من اول ویدیو نام بردم. ولی قبلش بچا یاد نه که ما یک کانال دومی داریم مثل برات التیمیت. خب که احتمالاً خیلیتون شاید نمیدونستین، ولی لینکش تو دیسکریپشن چک کنین. محتوای غیر رپی میذاریم، خنده‌دار، پادکست، ولاگایی که واقعا ازش تو یوتیوب فارسی وجود نداره. اون خنده‌دارا هم واقعا حاجی مثلا میتونم بگم 90% 80%شون در یوتیوب فارسی وجود نداره نزدیکش. پس چک بکنین اگر دوست داشتین اونجا هم ساب بزنید. نه ببین من اسم من میخوام بهت بگم. ببین سروشو من خیلی وقت پیش میشناختم. این آدم فوق العاده آدم با استعدادیه، چیدن کلمات فوق العاده است این آدم. ولی متاسفانه خودش رو حالا نمیدونم چرا اومد حرومه. یه پرومو که حرم بازی های به قول خودت توییتی کرد. بچه داره صحبت میکنه استاد، من نمیدونم چرا وسط حرفش میپری واقعا. حاجی اگه کسی رفت تو لایو دفعه دیگه سکوت کنید تا استاد صحبت بکنه. هم چی داره میگه؟ بازی های به قول خودت توییتی کرد و موزیکش رو خراب کرد. من کاری به کاراکترش ندارم. باش اتفاق به موزیکش خراب میشه و شما کسی هستی که حسین ایرانی
ولی میگی هندونه نده زیر بغل ما سلطان. احترام ناموسن، احترام. حاجی نمیذاره طرف حرفشو بزنه، بذار داریم گوش میکنیم. خب ولی حاجی حرف حسین خب جالب بودش، میتونیم یعنی یه جوری که معلومه مثلا غیر مغرضانه است، مثلا حالا اگه مشکلی هم داشتن این حرفا بدون اینکه مثلا بخواد مغرضانه، یعنی چی؟ یعنی دقیقاً درست تایید میکنی؟ آره خب مثلا من دوست آقا دارم آقا طرف مثلا خفنه ولی خیلی خفنه فلان این حرفا، ولی مثلا راه و اشتباهی رفته مثلا یه همچین چیزی از نظر حسین. البته من خودم اینجا نظری نمیم در این باره. بریم سراغ ادامه بچه‌ها. چیکار؟ پدر رفت فارس. ولی من سروش رو خیلی دوست دارم. هیچکس رو بگو به هست سروش بود برای من، من عکسش رو دیوار اتاق من بوده، خیلی چیزها رو به من تو رپ یاد دارم. و هر کی هم به سروش کلا هر کی به رپرهای نسل یک مخصوصا سروش هیچ کس توهین میکنه گوساله ای بیش نیست. چی دیدم رپرهای نسل یک گو؟ آره نسل یک. آه شده فکر کنم یه ذره فکر کنم خوب کیا تا حالا توهین کردن؟ بیا یه ذره فکر کنیم چقدر از بچه های بعد داستان نسل بعدی توهین کردن. به همه فوش داده پوتک. همین الان تیتر رو میزنیم توهین پوتک به تمام رپرهای نسل دو سه چهار. همه رپرها بقیر نسل یک. آره نه شکری کردم، شکری کردم. من همیشه میپسندید رپش همیشه دور اورجینال بوده، رپ بوده. حاجی من همیشه احساس کردم مدل خوندن امیر خلوت خب یه جورایی نزدیکه به مدل خوندن هیچی هست. نمیدونم چرا این احساس یا صداش نه مدل خوندنش بذار صداش لحنش این تم گنگی که میخونه شبیه تم گنگی که هیچی هست میخونه. نه مثلا قافیه چینیش و اینا نه ها، مثلا فلو این حرفا نه، اصلا اونجینه. منظور اون گنگی که مثلا قدیم هیچی هست میخونه مثلا ما رو یاد یه مثلا حسی به اون میداد، خب اون حسی که از هیچ کسی میگرفت مثلا بعدا مثلا تو امیر خبرات گرفتم. حالا من شخصا میدونی یه ذره مثلا مدل گنگ کف خوابی و این حرفاش مدل هیچ کس میدونی اون اصطلاحات خیابونی که استفاده میکردن با مثلا مدل گنگ حسین و چه میدونم بقیه فرق میکنه اساس، یا ام جی یا چه میدونم مثلا اونم گنگ میخونن دیگه. مثلا مدل چیز اسمش امیر خالد خیلی نزدیکتره به هیچ کس احساس میکنم. حالا شما چی فکر میکنید؟ از سروشش که استاد من بوده زمانی دوستش دارم قلبانه. تا احتمالاً رپرا هیچ کس حتما و بینشون باشه. یادم این ویدیو کیفیت کاری خیلی بالاست. سقف سروش مثلا سروش سقفش خیلی بالاست. حاجی این بود یعنی تلدنی استعداد نویسندگیش خیلی قویه. دقیقا این همون حرفی بود یه چیزم زده بود حسین هم همین داشت استعداد نویسندگیش قوی و فلان این حرف همه همین میگن. یعنی نمیان مغرضانه به قول تو حرف بزنن که بگن اینم نهی بکنن، ولی آره. میان یه حرفش نمیذارن. حاجی من بگم هیچ کس مثلا بیاد در مورد مثلا همینا نظر بده، خب نظر مغرضانه نمیده. خب مثلا میاد اونا هم مثلا از لحاظ فکری با اینا مخالفه. میدونی چی میگم؟ من اینجوری احساس میکنم. بعد چیزی که هست اون لوش و بهمندی بود که بهمندی درست اسمش آره بهمندی بود دیگه. میاد میگه که ما اینا رو آوردیم تو رپ فارسی بهشون جولون دادیم و این صحبت ها. خب یه همچیزایی داره میگه مثلا ما اگه گفت مثلا اگه من آشناش میکنم با فلانی نه فلان نمیشد این حرفا، که امچه میگه ناجی کارش اوکی آره کارش اوکی بوده از اول و فلان این حرفا. الان مثلا حالا از لحاظ سطح مثلا دید آره مثلا طرز دید و این صحبت ها مثلا اینجوریه. خب این چیزی که دیگه الان میخوام بگم همتون میدونید دیگه خودتون. خب آقا نظرات جالبی بود فکر میکنم که بعضیاشون سورپرایزتون کرد، بعضیاشون سورپرایزتون نکرد، همونطور که انتظار داشتین. خب اولی من آخه سورپرایز کرد من رو کنون سورپرایز کرد واقعیت من هیچون سورپرایز نگرد، چون میدونستم که اسمش چیه کوروش مقدار خیلی آخه حسین هم دیس کرده دیگه تو اون آهنگ آل استار و این حرفا، یه ذره انتظار می‌داشتم ولی کاری نداریم. آقا امیدوارم که لذت ببرین از این ویدیو. اگر ویدیو رو دوست داشتین یادگیرید ما لایک سابسکرایب بزنم گورم بندازین. اگه خواستین ما رو اینستاگرام داشته باشین آیدی این بالا هستن، تلگرام تو دیسکریپشن هستش، به چند دوم حتما سر بزنین چون ویدیو فوق العاده زمین تو برد التیمت. او یه مرسی که ویدیو تا اینجا نیا کردین واسون شیر بکنین تا ویدیو بعدی فعلا.